گلاب گلاب کاشونه ماشالله تولده جیزس جونه ماشالله این کادو از کدوم جونه؟ شهاب جونه شهاب جونه بچه گوشواره کرده سلام داریم اون قیم نگاه کنید چقدر کیوته خب بچه اومدیم استارباکس و اومدیم بخونیم خریدای امروز رو بکنیم برای که فردا کریسمسه و شهر دیرون است دیدید که چقدر خیابون شلوغه و دیروز با شهر این وقت خرید مرید کردیم که من کفش گرفتم بعد مدت ها کفش گرفتم خودم واسه خودم و خیلی هم خوشحالم بخاطر که دوباره ونس خریدم من واقعا ونس دو تا کفش واقعا خیلی دوست دارم که ونس و دکتر مارتن ولی ونس خیلی کم به کم می‌خرم اینی که گرفتم خیلی حال کردم باش شهر روانیه به خاطر اینکه من اینو قبلا دیده بودم ولی اولین بار که خودم درگیر کارای کریسمس هم مثلا همین قشنگ بود یعنی داریم خودم کارو می‌خریم که ببینیم مردم هم یه هول میدن نمی‌دونم عصبی ام چون می‌خوان که مغازه می‌بندن چند ساعت دیگه ولی کلا هر کاری که باید بخری و درست بکنی و کادو بدی و الان بکنی حالا تو یه کلی درست پیشم اینجوری بود ولی امروز وحشتناکه این کادوها رو داریم می‌خریم با کتی و دیگه تقریبا تمام دیگه اون قهوه رو بزنیم و بعدش ببینیم که من قراره که شب کریسمس قراره که به عنوان پیشغذا سمبوسه بدم به مهمون‌ها اینم برای خودش بالاخره این پرچم ایرانیه که بعد دیگه سر سفره کریسمس باشه جالبه که اتفاقا داره میفته خوشحالم خلاصه آره دیگه همراه باشید که یک ولاگ کریسمسی حقیقتا دیگه آخرین روز ولاگ کریسمسی خواهد بود بقیش دیگه از کریسمس دور میشه میره به سمت سال نو با شمس‌سبزی اومدیم کفش بازی بچه چقدر خوبه قیمتش وای این خیلی عسله شاید اینم به نظر من خیلی قشنگه اینا به نظرم خیلی قشنگه. کامرس رنگ اصلیش اینه به نظر من ولی همیشه من این رنگ نه این رنگ آبیش همیشه رنگ اصلیشه. شما مشکی بازی؟ نه دقیقاً این رنگ اون گسوش. اون زمان جوونیای ما همه رنگی می‌پوشیدن. چون اینم وای اینم از این اصلیاست که داداشیای نوجوانان آلمان می‌پوشن تو مدارس و باش رخ می‌گیرن. این چه کیکه ایه؟ باشه دویم کادو کریسمس بچه شما باید داره فکر میکنم واسه من کریسمس کادو چی بگیره بعد دارم کمکش بکنم راهنماییش بکنم دیروز چترم رو گم کردم و بی چترم انا تو این هوای فوق‌العاده کل بی چتر نمیشه زندگی کرد واسه همین نظر چه چتر برام بخره باید چت میگم من یه چیز دیدم برای خودم میخوام بخرم کادو کریسمس قربونت برم که به خودت کادو میدی به خودشم آدم همیشه کادو میده دیگه من این قصد برای همون کسی که دیدم به خودشون کادو میشه کادومو ببینی به خودم نقطه هم امروز تو را داشتم میمیدیم شما میگفتم چقدر کفش لازم نداریم و چقدر کفش نمیخوام الان یه چیز پام کردم اول جوراب خوشگلم ببینید ماشمیلوهای مختلفی و این کفش کارم بچه با این میرفتم سر کار نمیم چه امروز دلم خواست بپوشمش خیلی احساس کردم تنها افتاده بگی یه لحظه بپوشمش تو نگاه نکن من بازی بپوشمش باید سپرایز بشی باش وی آقایی خیلی بد نگام کرد وای کنم راستی بچام لالا بله این میخوام شیفپول جایی نمو به تو معرفی بکنم شیفپول قشنگ جدیدمو ببینید بچه‌ها خیلی کیوته ها خیلی نازه خلاصه ولی بچه من این ونسه خیلی شیشمو گرفته خیلی خوب نیست شمین آخه مشکی سفید چون داری آخه ونس من مشکیش سفید باشه دیگه این خیلی این بلیتز بغلشو خیلی دوست دارم من خدا وکیلی بکن خیلی خوبه این دلم بیرده بچه تو من این تو آفدت و الان 50 یورو این ونسه توی خرید کفش چیزی بهتون بگم بچه‌ها دو تا کفش رو هیچ وقت پشیمون نمیشه از خریدنش یکی ونس دومیش هم دکتر مارتنز این دو تا کفش هیچ وقت پشیمونتون نمیکنه چون انقدر استفاده من ونس هم بیشتر یه ونس دارم سال 2017 یا 16 توی مسابقات تایلند خریدنش پاره پور است کم و کم خوشگلو میپوشنش تو باشگاه برای باشگاه و اسکات و اینا خیلی خوبه ولی این خیلی به نظرم جذاب من واقعا اینو میخوام بگیرمش 50 تا میارزه کار دیدم جورا هم داره این جورابه خیلی بهش میاد
پلی‌استیشن رو مشکل. کی پلی‌استیشن می‌خرین؟ خوشم سر زو پلی‌استیشن می‌خریم، دوتا با هم سیمز بازی کنیم. من همیشه اون می‌خریم. اون الماس اول کله. الان جدیدترینش پلی‌استیشن 5. من چی ای جی اومد با بخرم. چنده پلی‌استیشن؟ گرونه. من یه دونه آیفون می‌خوام بگیرم، اون آیفون می‌گیرم حقیقتا دور چرا؟ آخه من میشیم نسلس بخریم ولی آیفون خوبه با پولش میشه پول آیفون من بدید. نه میخواستم بچه الان بریم آیفون هم عوض بکنم، چون من با آیفون ویدیو من 12 پرو مکس هم میخواستم 15 پرو مکس بگیرم، ولی دروغ چرا دوربینش رو، چون یکی دی از کسایی که تو شنشازیم هست خوبه ها، خیلی خفن زوم میکنه ولی به نظرم تاریک دوربینش، و مخصوصا برای اینکه من میخوام ویدیو بگیرم خیلی فرق نمیکنه، بمب فرق عجیب نمیکنه، من خیلی زوم بخوام بکنم میکروسکوپی و اون همچین کاری نمیکنم، ولی برعکس چون خیلی رئالیستیک تره اونقدر سنسورای نوریش به نظرم خوب نیستش که بتونم ویدیوهای همچین بگیرم. من واقعا هنوز از دوربین آیفونم کاملا راضی نیستم، مشکلی که داره میکروفونشه که اونم یه جور دیگه چیکارش میکنه. خب آره بریم. این آوتلت ها کلا خیلی خفن ها، کنین شلو اسکی شلو داشته 30 یورو هم خیلی، این خیلی خوشگله. این دوسته ها میذاره بینش با ها میمونی میشه اینجا چی اون؟ من میخوام شلو رو عوض کنم. باشه برو برو شلو تو عوض کن. شم سبریزی چقدر زورابات تا به تایه وای خیلی خوشگل، ولی تابوتاس چقدر جذاب تابوتاس. خب ببینید به کلات که خیلی داره میاد به خاطر مخمل که بیتون، ولی خیلی بهت گشاده بناز. وای خیلی اون خفنه، من اونشو خیلی دوست دارم. وای فکر کنم باشه که من پا بزنم. همه چی اندازه تو میشه دوست ندارم. بچه پرو تا همه چی اندازه تو میشه. آقا من کلا سیسم بگه بچه این شلوار، حتی من این شلوار ما کتیه یه انقدر بگ بود من برش داشتم. من فکر کنم اون میخویده چیه زر تنگه داره، خیلی زرده رنگش هم خیلی زرده. جنو کنم این من گذرم به اینا افتاد و به این فکر کنم که چقدر اینا ممکنه به شهاب بیاد. ساید آی غیر میاد قرمز دوست دارم. کلیسا داره ما رو فرا میخوانه به عبادت، چجوریه؟ نمیشنم هم دیگه. نه باید بدی پشت گردنت آهنشو نه رو کلت. آها آها وای چقدر بهت میاد آفرین، خیلی قشنگ شده شما. بذار عکس ازت بگیرم، خیلی گرمه تو نمیشنوی. سازی داشت یه زمانی بدنش اونجوری بوده، الان دکمش بسته نمیشه مخصوصا با اون تکفیت شکمت ممنونه حقیقتا بچه. ولی من خدای اون ویدیو گذاشتم مثل سال پیشم داشتم، لاغر صورت هم دوست ندارم، بدن هم اوکی بوده ولی صورت هم خیلی استخونه. نمیشه که گردم به پایین لاغر کرده پولا رو پوشی نگردمش. میدونی رنگ محبوب خواهرم چه رنگیه؟ بچه ها میدونم مال من چه رنگیه؟ سبز مینتیه مال من، ما بهش میگیم سبز آبی تو ایران، ولی این فیروزه ای نیست هرچی هست. من رنگ من اینه، ولی بنفش بی حال این رنگی. نه اون الان بنفش با حاله، بنفش خیلی پر رنگ هم دوست دارم جدی، من دوست دارم. ولی به نظرم الان بچه این خیلی قشنگ ترهش، من خیلی خوش آمد. اون هم سیانه، سیانه هم برند با حالی بچه. یه چیزی تو رنج قیمتی H&M ولی خب برند یعنی خود خیلی آلمانی تره. اون رنگ مورد علاقه تو الان چقدر زشته ولی چیزش. آره اون گوشواره رو یه بیار، اون شب چون یه من فواره شرابه‌ای گوشواره شرابه‌ای بچه این همون مله ها، این یه مله مزدباجه ماستگاری ها اینا. نه بچه ها این همون مغازه که من برام اون شلوار خوشکله رو گرفت و شما هم بندازه کافی لایک نکردین قسمت دومش بیاد بیرون. آره منظورتون بهم نرسید. سازی کوچک اصلا یعنی کلن بودو بودو میره قضاشو میگیره بزرگ یا کوچک. گفتم کوچک فانو دیگه نمیدونستم چرا کوچک. اونی خیلی بخوری سیب زمینی، سیب زمینی منو پاره کردی رفتی کلن در مجموع 15 تا دونه. چقدر پول دادی به این؟ شمیم 3 یورو این بای مکنات واقعا بی ناموسه. اگر منوشو نگیری الان منوشو میگرفتی 5 یورو بهت نوشابه و چه... آره یه منوی چیز داره، یه منوی ارزون داره که 5 یورو توش سیب زمینی و پومس و
منوش فقط میسر بخور بخور دیگه بزن دیگه و قبل اینکه بخوری بگی یه لحظه اینجا با اون دستت که چون خیلی کوچیکه میتونی بگیری. من یه چیزی دیدم اینجا واقعا به نظرم خیلی بهم کمک کرد. این کت لیم اگه دو روز پیش نگرفتی. اون پیرن لیمون اون کت لیمون خیلی سیسش خیلی خونم اون خیلی سیسش رو دوست دارم خیلی گنده همون این گنده بودنش رو خیلی میپسندیدم. اینگه مال بابا تو پوشیدی همون دیگه دوست نه باید یه ذره کوچیک‌تر باشه نه ناموسن من واقعا اینگه دو تاست پهنات دو برابره خیلی دوست دارم اینو دوست دارم گنده به نظر بیاد وای من خیلی دوستش دارم اینو باید یه سایز کوچیک‌تر این انگوشه باشه مال شایم سایزش نمیشود فقط میشه سایز کوچیک‌تر شو بپوشی سایز کوچیک‌تر بچه ها یه جنس جذاب پیدا کردم یه آقایی داره با پیتزا سرف میکنه میبینم چرا استرانجر ثینگزش نمیدونم واسه چیه ولی باز هم جذاب سرف بوی پیتزا هات یور دور هات تو یور دور سرف بوی پیتزا بعد یه استرانجر ثینگز هم زیاد همه چی با هم چسبوندم من نمیدونم چی داستان ولی خب من همین میپوشم فهمیدم این بابا این همون شرکتی که تو فیلم استرنجر ثینگز چیز میخرم پسر توپولیه که ون داره پیتزا میاره خونه وای من اینو میخوام اینو هم دارم اسمورفم خیلی کیوت خدایی خیلی بیشوریشم ای وای تطویه رو دستم دایناسور رو تطویه رو دستم داره بایسه بده بذار ببینم شاید سایز هم فتا تلاشه تو بکن ببین این مثلا بای خیلی قشنگه بچه این که میبینیم از این مثلا سب کن شم دایناسور تو دایناسور داری؟ بفکرم تیرکسی اون که همه چی میخوره همه رو میخوره این کتیه دایناسور محمود کتیه که اینجوریه اینی هم که اینجوری هسته با این دنبه اینجوری من دارم اینه که اینه همش اسمش هم همشه یادم ای بود چقدر شبیه همن اینجا در حرکت بهش میخوابه شم ولی واقعا میخواست اینو به من بگیری کاشی اندازه بشه باید که مثلا کتی دیت برم مهمترین عینک همو گم کردم که این شکلی همو ولی مال ریبن بود که چه وای خوکای پیکشه خوکای روشو ست تکون نخواه خوکای روشو به بچه نشو من تکون نخواه وای خدا خوکای روشا وای اینا که چهره واقعا شم تو خیلی بیعقلی شم وای شم بچه ها شم کلن عاشق چیزایی که مال بچه هاست یعنی همیشه چیزایی بچه ها مثلا چیزی که همیشه قر میزنه واسه این که چرا همون تختای جذابی که واسه بچه ها هست چرا واسه بزرگ سالان تولید نمیشه بچه ها سیخت شکل ماشینه بچه ها میرن توش میخوابن دیشب بچه پدر شب رو در بودم چون عروسک همون پیدا نمی کردم عدد صفر تا سه سال همون باهاش خوندی و گذاشتی تو سره عدد صفر تا سه سال چیه؟ پدر تو در بردم عروسک همون پیدا نمی کردم عروسک خوابش رو بعد نیم شنگ بودم بچه خواب داشت میمرد و منگی میزد من عروسک من رو میدی بخواب یونیکورنم وای تو مال یونیکورنش میگرد بخواب پیدا نمی کردم دیشب و خسر چیز اخلانی تر بگیر فقط تونستم بخوام بایا کنیم های تو منزل اومدیم بستنی برگر کینگ بزنیم بچه ها بستنی های برگر کینگ و مکدونالد یه سری بستنی خیلی معمولی دارن که دو یوروه خب یک و نود و نه خب الان دوتا شده ای اگر نخوردید نه من به نظر مکدونالد بهتره من جفتش میخورم بس مکفلوری نه ها تو مکدونالد یه بستنی معمولی خیلی سواس الان میاد یا خیلی سواس سفیده سفیده وای تسته چطه یارو چطه یارو با حاجه جوش کرد شدی هری پاتر برعکس چطه چطه جدی برایش چطه دامه بودم بچه خیلی خوش بودم الان میاد تستش میکنیم بچه ما گفتیم که خریدامون که واجبه یا بستنی بستنی الان دفتره نیاد رفت تحویل بگیرم اینقدر عصبانی بود از دستم که نمیدونم چرا عصبانی بود؟ شاید چند با صدا نه خانومی ها خیلی دون که اینجا کار میکنن خیلی با کلر با کلر سگ دار کلا سگ سوسیس هات داگ هات داگ هیچ چی ندارم همینه خوشمزه ترین بستنی که تا حالا خوردمه از سال 2014 که مصاحبه چند شده میرفتیم اولین بار که خوردم نمیدونم که این نیست رو دستش یه بار شما به من گفت تا حالا از من نخوردی
خیلی وقت بودن ما بودم اتار نخورده بودم. بعد رفتیم و انقدر بچه ها واقعا خوشمزه ترین بستنی بود که تاره خورم. هر روز با شهاب میرفتیم تو خیابون نشستیم میخورم. بچه فقط بهش بگین که آیس کریم ساده میخوام. بعد این شکلاتی که روش میزنه الان کارامل گرفت. معمولا شکلات میگیرم من بچه، شکلاتش خوشمزه‌تر از اینه. یه ذره گرمه و آب میشه رو بستنی. خیلی خاطر. اوه آره. خیلی خیلی. این سنایپس که مال دیجی خالده خیلی به سبک چیدن مغازه شده دوست دارم. خیلی خیلی باحاله. میبینی؟ دیگه چند روز گیم فردا نه پس فردا چه چیه میشه؟ عیده. مگه نمیدونی ایه تولد مسیحه ام چیزی دیگه میشه؟ آره هم تولد جیزس تولد جیزس چونه؟ نه این کدوم ها لکشیه؟ نه این خونه رو این خونه رو که ساخته کسته اون که مونه چیه؟ گلاب گلاب کاشونه ماشاءالله تولد چیزه چونه ماشاءالله. این کادو از کدوم جونه؟ شهاب جونه شهاب جونه بچه ما بشم دست زبون خودش بچه من به این معروف بودم که تو همه تولده بهم قابلمه میدادن این آهنگه رو میزدم میخونه ای بیدن شای 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 قابلمه بیارم بزن باید یه چیزی که من رو سوالا دعوت میکردن که فقط به قابلمه برشنم یه شمه میخوام قابلمه دارم دستت چوبه کتی واسه چیزه چونه چیزه دیگه انقدر راه افتاده بودم یعنی کسی که پول میدن دیگه تولد آهنگ کنم معروف شدم بودم به این سرود زیبا مخلص رفقا بچه میخوام غذای آلمانی درست کنم. غذای آلمانی خیلی ساده است، اصلا قیافه نداره. یعنی واقعا به عنوان یک ایرانی موقع غذای آلمانی میبینی اینجوری که این چه ککی اینا میخورن واقعا اولین قاشقی که میخوری حالا بازم مذاق مثلا محمود اصلا خوشش نمیاد، یه سری ها میشناسم که اصلا خوشش نمیاد. من اولین قاشق این غذا رو من توی سلف دانشگاه سلف کالج اون موقعمون یعنی سال 2020 2019 اولین قاشقی که خوردم اینجوری بودم که چشام قشنگ اینجوری اکلیلی شد و اونم دقیقاً این غذایی بود که الان میخوام درست کنم. کلا سه قلم جنس داره و آخرش هم خیلی زشت میشه ولی تا نخورید نمیفهمید که چقدر خوشمزه است. باز هم میگم حرفی که شمس میزنه تو این مورد برای شما سند نیست، یعنی من مذاق منه، احتمال داره که شما دوست داشته باشین ولی آلمانی خب خیلیاشون خیلی دوست دارن. مواد اولیه‌مون سیب زمینیه بچه‌ها. سیب زمینی رو تقریبا باید استیک نگینی خوردش کرد، نه خیلی ریز ولی در این حال درشتم نباشه. الان خوردش میکنم بهتون نشون میدم. سوسیس میخواید؟ من از این فرانکفورتر دارم استفاده میکنم و یه سری با سوسیس آلتر با سوسیس حالت سالامی تور هم درستش میکنن. اینا دیگه اصلا لازم نیست بپزید، این سوسیس ها پخته است بچه‌ها. غذا که آماده شد میبرمش و میذارم تو غذا که فقط گرم شه. یعنی این غذا رو میخوام مثلا موقعی که میخوان اینو مثلا حتی غذاهای آلمانی سرو بکنن نمیذارن تو آبجوش گرم میشه بعد بغل غذا سروش میکنن. یعنی خیلی جدی یه تیکه پوره سیب زمینی میذارن، یه تیکه سوسیس میذارن، یه برم به قولی کلم ترش میذارن و این میشه یه غذای آلمانی مثلا. ولی این چیزی درست میخوام بکنم روز یه چیزی هست. اما موضوعی که هست میگم خیلی اصلا کل دنیا معروفه که غذاهای آلمانی به شدت ساده است، اصلا قیافه نداره ولی خب از نظر من بی نهایت خوشمزه است. غذایی که درست میخوام بکنم امروز بیس اصلیش این گرین کله. باید ببینم که به فارسی چی میشه، اگر میدونید به فارسی چی میشه کامنت بذارید حتما حتما. این گرین کل یک به قولی کلمه خاصی هستش که یه ذره بوی زخم کلمی هم داره، یعنی شاید میگم بوی زخم کلمی این شاید تو دماغتون بزنه ولی بیس اصلی غذا با اینه و همین سه قلم جنسه. یعنی بچه هیچ چی اضافی دیگه نداره، همین هست. من درست میکنم میبینید چقدر زشت میشه ولی خب خیلی خوشمزه است. بچه‌ای که آلمان هستین حتما امتحانش بکنید یک بار، ارزش یک بار امتحان کردن داره. مثلا امروز هوا بارونی و سرده و نمیخواستم مثلا دیگه پاستا و به قولی چیز چرب و چیل درست کنم، این غذا رو تصمیم گرفتم درست بکنم که حالت سوپ تور داره و اینکه خب یعنی به قولی دیگه اونقدر سنگینتون در این بین که داره سرخ میشه پیاز بهش اضافه میکنم. تا که یه خورجون گرفت
سیر رو اضافه میکنم. بچه سیر و پیاز رو من خودم بهش اضافه میکنم که یه خوره بوی زهر بگیره و یعنی فقط سیب زمینیه. من این سیر و پیاز رو سبتش یه خوره ایرانی طور کردم که بوی زهر ازش بگیرم. خب نوبتی هم باشه، نوبت اصل بسته است. یه همه ریز به داستان میزنیم چون این خوش آب داره. اول آبش که پرید دوباره باید بهش اضافه بکنیم آب. این اول نمک، فلفل سیاه و هم میزنیم. خب بچه ها این سوسیس فرانکفورتر حقیقتا من هنوز فرقشو با هاتدوی آمریکایی نمیفهمم. هاتدوی آمریکایی هم همینه، یه خورده فقط بزرگتره اونی که یعنی اون اصلیه که توی نونه. خیلی هم من بدن میاد ازش چون اصلا نسبت به اون هاتایی که ما توی ایران میخوریم 0% خوشمزه است. چون همینو میزن تو آبجوش، میزن لایه یه نونه باگتی که تقریبا هم شیرینه، روش خردل و پیاز سخاری میزنن. خیلی خیلی چیز هزیونیه به نظرم، ولی خب اونم در اصل یه جنس آلمانیه دیگه. بچه ها فرانکفورترامونو این شکلی ببریدش، نکنید توش ها یه بوی دودی خیلی جالبی داره که من خیلی خوشم میاد. اصل قضیه که اینجا سیب زمینیاتون بپزه و تا این مدت که سیب زمینی میپزه خود این به قولی قوزن کن کن کنم اون کلمه هم خودش طعمش رو جا میندازه. یه میزانی آب اضافه بکنید که خیلی سوپیه چیز نشه، ولی در اینها سیب زمینی میتونم بپزه درش هم ببندید. خب خیلی مسلماً سریع ترین اتفاق میفته. خب ببینید من تقریبا این میزان آب بهش اضافه کردم و اینو میذارم درش رو میبندم که بپزه. بچه سیب زمینیش خورده دیر پز بودن، یعنی حقیقتا الان 40 دقیقه هست داره میپزه با اینکه سیب زمینیش رو ریز کرده بودم، ولی ببینید تقریبا جا افتاده دیگه. به این مرحله یه قاشق هم خونه کتی از اون گالا بلانکی که تو خونه دارم خودم دست داده نداشتم، مثلا همین از این گالا بلانکای سبزیجات هم از میگم خیلی تاثیر میذاره رو تم مسلم. بریم که میریزیم. اینا نه باید پخته بشن، یادتون باشه بچه، اینا فقط باید گرم بشن. همینه ها، میبینی اصلا قیافه نداره ولی اصلا یه قاشق بخورید میفهمید چقدر عجیب و جالبه طعمش. خیلی دوست دارم این غذاشو. های من خواهد دانی لیکت آن سو پروبیه مال My German girlfriend reacting to my first German food. Lecker. Good. German approves. خب حقیقتا شب باورتون نشه اصلا رخ نداره. خب اینجوری حساب کنید قرمه سبزی ما هم هیچ وقت رخ نداره، حالا با برنج اینا خوشگلش میکنیم، ولی اینو ببینید چطور خالی. خب ich liebe es. واقعا خوشمزه است بچه‌ها. نه که واقعا عکس مامانش بفرسته. غذای محبوب مامانش. خیلی خیلی اصلا طعم مفیدی، اصلا انگار اصلا قشنگ طعمش معلومه غذا مفیدیه. مثل سوپ میگم، یه سوپ جو میگم معلومه طعم مفیدیه. من واقعا غذای سبکیه و گرم میکنم، خیلی حال میده. خیلی مخلصم. شب سرش چی میگه؟ میگه تا اینجا تشریف آوردید دیگه نمیذارم بدون آهنگ برید. میخوام براتون یه آهنگ بخونم. حالا فکر کنم 90% ایران شادمهر رو دوست دارن، کلا هم شخصیت با کلاسی داره، اصلا باحالیه. و خب خیلی شادمهر بازای حرفه‌ای، من تو یکی دو تا از دوستام هستن فقط آهنگ قدیمیشو گوش میکنن، حالا جدیدش هم گوش کنن، ولی فیری که آهنگای قدیمیشو بیشتر دارن. اصل شادمهر آهنگ قدیمیاشه، مثلا اون تایمی که ایران بود. و یا آهنگی داره که اصلا اونقدر معروف نیست فکر میکنم، ولی شاید حاضر میگم میشناسن. اگر تا حالا نشین آهنگو برید گوش بکنید. حالا من با صدا داغونم براتون یه خورده میخونم، ولی آهنگ ماندگار شادمهر رو بی شک گوش بده، یه چیز وحشتناک زیبایی است. بریم. خانه خراب تو شدم به سوی من روانه شد، سجده به عشقت میزنم منجی جا به دانشو. ای کوه پر برور من، سنگ صبور تو منم، ای لحظه ساز عاشقی، عاشق
عاشق با تو بودنم، روشن‌ترین ستاره‌ام، میخواهمت میخواهمت، تو ماندگاری در دلم، میدانمت میدانمت. خیلی جذابه، خیلی زیباست، خیلی آهنگ قشنگه، حتما حتما گوشش بکنید. مرسی که این ولاگم با هم همراه بودید، امیدوارم بهتون چسبیده باشه و تا ویدیو بعدی خدا.